درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید اسرائیل رسما اعلام وضعیت جنگی کرد و بند چهل الف اجرایی شد آخرین بار این بند در سال 1973 یعنی جنگ یوم کیپور استفاده شده بود اکنون ارتش اسرائیل اختیارات کامل داره و میتونه مستقلا اقدام کنه و اگر نمیدونستید که آلمان به فلسطین هم کمک میکرده الان باید بدونین که آژانس توسعه آلمان تعلیق تمام کمک های مالی به فلسطینی ها و بررسی مجدد کمک ها رو اعلام کرده وزیر خارجه اتریش نیز اعلام کرد که در واکنش به حمله حماس به اسرائیل کمک های حدود 19 میلیون یورویی خودش به فلسطینی ها رو تعلیق میکنه لطفا دقت کنید لغو نکرد تعلیق کرد حالا شما به من بگید چند سالتون بود وقتی فهمیدید که در نبرد ایران و عراق فلسطینی ها در ارتش صدام و بر علیه ایران می جنگیدن. فلسطین پرونده یک بحرانه همانطور که میدونید بیتون مقدس یا اورشلیم مقدس ترین شهر مسیحیان و سومین شهر مقدس مسلمانان و یکی از چهار شهر مقدس یهودیان به حساب میاد و از لحاظ تاریخچه دینی برای هر سه ادیان ابراهیمی اهمیت بالایی داره اورشلیم در گذشته محل زندگی فرزندان اسرائیل همان یعقوب بود و پایتخت پادشاهان بنی اسرائیل از جمله داوود، سلیمان و رهبان بود که بر آن حکم میراندند و در آن زمان فلسطینیا و کنانی ها اقوام متجاوز به اورشلیم بودن و پس از آم تونستن بر آن غالب بشن و در جنگ های صلیبی هم مسیحیان چون بیتون مقدس رو محل عروج پیامبرشون عیسی مسیح به سوی خدا میدونستان میجنگیدن و مسلمان هم چون بیتون مقدس براشون جایگاه معراج پیامبر بود یهودیان معتقد بودند که این سرزمین به کل متعلق به اوناست و برخی اون رو سرزمین معود می نامیدن. این در حالی بود که پس از جنگ جهانی دوم و به علت یهودی ستیزی هیتلر یهودیا مجبور به مهاجرت به سرزمین قدیمشون که از نبردهای صلیبی به بعد در تسلط مسلمانان و عرب بود شدند و این تصویر پیام هیتلر و هشدار به فلسطینیاست علا حضرت ها به عنوان رهبر یک کشور خاور میانه میخواستم نظر شاهنشاه را راجع به سازمان نیروهای چریکی عرب که در بسیاری از کشورهای خاور میانه به فعالیت پرداخته است بپرسم به نظر شاهنشاه این نیروها در خاور میانه نقش سازندگی دارند یا نقش تخریب آقای چانسلر موضوع چریک های عرب این است که اولا اینها فلسطینی هستند And, uh, که برای هدفی مبارزه می کنند و معتقدند no... که این هدف حد و مرزی ندارد are, هر جا که هستند برای نیل به آن هدف می how... من نمی دانم که چگونه می شود از uh, ادامه uh, این مبارزه uh, در نقطه خاصی جلوگیری کرد get... تنها راه حل این the, uh, مشکل رفع آن است یکی از مباحثی که در مسئله فلسطین اسرائیل پیش کشیده میشه فروختن زمین ها توسط فلسطینیا به یهودیاست عدهای بر این باورند که فلسطینیا خودشون زمین ها رو به یهودیا فروختن و بعد پشیمان شدن و اصطلاحا دبه کردن میخواستن نفروشند واقعیت اینه که یهودیا پیش از تشکیل اسرائیل زمینهایی را از فلسطینیا خریداری کرده بودند ولی این زمین ها کجا هستند و آیا دعوا سر زمین هایی که یهودیا خریدن؟ پاسخ اینه که خیر اصلا دعوای امروز اسرائیل و فلسطین بر سر زمین های نیست که یهودیان از فلسطینیا خریده بودند، چنین ادعایی یا از سر جهل یا علت های دیگه ای داره در همین رابطه به این تصویر دقت کنید نقشه سمت چپ زمین هایی که یهودیا خریده بودن رنگ زرد و نقشه سمت راست نقشه کشور اسرائیل بر اساس طرحیه که در سازمان ملل تصویب شد همانطور که میبینید زمین هایی که در طرح سازمان ملل به یهودیان رسیده فراتر از زمین هاییه که خودشون از فلسطینیا خریده بودن دعوای فعلی نه بر سر زمین های خریداری شده و نه بر سر زمین های اهدایی سازمان ملل بلکه بر سر ساحل غربی رود اردن جایی که فلسطینیا سالهاست میخوان در آن کشور مستقل فلسطین رو بنا کنن و با کارشکنی اسرائیل مواجه میشن اسرائیل سال هاست که با زور ارتش زمین های از ساحل غربی رود اردن رو تصرف میکنه و در اونجا شهرک های یهودی نشین می اصطلاح عراضی اشغالی به همین بخش ها و شهرکها اشاره میکنه. این در حالیه که ایران در زمان شاه فقید از معدود کشورهایی بود که هم با اسرائیل روابط دیپلماتیک تجاری و اقتصادی داشت و هم از اعراب حمایت میکرد و گاهن اقدامات اسرائیل مبنی بر اشغال فلسطین را نیز محکوم میکرد میشه گفت که دیپلماسی ایران بر پایه منافع ملی تعیین شده بود شاه در جنگ کیپور که در نهایت منجر به شکست اعراب شد به اسرائیلیا اسلحه میفروخت ولی به اعراب نفت رایگان میداد البته پس از پایان این نبرد شاه با حمایت از انور سادات گام های مثبت و مهمی در جهت صلح خاورمیانه و صلح میان اعراب و اسرائیل برداشت که نهایت هم به پیمان نامه صلح کمپ دیوید ختم شد و جالبه بدونید که تا پیش از نخست وزیری نتانیاهو هم دولت قبلی اسرائیل با فلسطینیا بر سر ساحل رود غربی اردن توافق کرده بود اسحاق رابین نخست وزیری که حق فلسطینی ها رو در ساحل غربی به رسمیت شناخته بود و توسط یهودیان ترور شد این در حالیه که پیش از فتنه 57 چریکای فلسطینی به رهبری یاسر عرفات کمک های شایانی در جهت مسلح شدن مخالفان شاه و هموار کردن پیروزی اونا انجام دادن مخالفان شاه اسلحه هاشون رو از اسرائیل و فلسطین به دست می آوردن و در لبنان و فلسطین آموزش چریکی میدیدند. در لبنان هم با... گذاشته یا فلسطین نه من هم لبنان آموزش میدم هم مرز بین لبنان و اسرائیل کرانه باختری به آموزش چریکی میدیدین بله خیلی دید. من حالا اینا این دیگه خیلی خریدار نداره خرابکارهای مسلح یاسر عرفات در تهران میگفتند ما با مردم آمریکا مخالف نیستیم ما در سراسر جهان با حکومت هایی که با آمریکا روابط خوب دارن مخالفیم و تنها پس از شش روز از پیروزی فتنه 57 بود که عرفات نخستین مهمان خارجی جمهوری اسلامی شد هواپیماش با وجود تعطیلی فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست و به محض ورود در پاسخ به دلیل اطلاع ندادن از سفرش گفت که آدم برای رفتن به خانهش اجازه نمیگیره مطلع هستید که طرفداراتون مسلح شدند ما گفتند که ما میخوایم مهیا بشیم من هم اجازه مهیا شدن را دادم Which means arms. که معنای اینی که اسلحه جوانی بکنه Yes. Where do you get the arms from? از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟ نمیدونم. چه جم... جبهه آزادی بخش فلسطین میاد. آیا این درسته؟ کلای ندارم. با این همه در زمان نبرد ایران و عراق عرفات گفت که ایران دوست من و صدام برادر منه. چریک های فلسطینی رو در اختیار صدام قرار داد. گرچه چند باری هم برای صلح و پذیرش قدنامه پیش قدم و واسطه شده بود که البته خمینی اون رو رد کرده بود. صدام مدعی دفاع تمام قد از فلسطین در مقابل اسرائیل بود در بحبه نبرد ایران و عراق اسرائیل نیروگاه اتمی عراق را بمباران کرد در 1990 صدام اعلام کرد که هر زمان که اسرائیل مناطق عربی را رها کنه وی نیز کویت رو تخلیه خواهد کرد این در حالیه که پس از فتنه 57 تا کنون به علت اسرائیل ستیزی و پایگذاری یک حکومت اسلامی فلسطین بیش از پیش در رأس دیدگاه سران حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته و تا به امروز فعالیت منطقه جمهوری نکبت از سوی حکومت در جهت حمایت از مردم مظلوم و مسلمانان فلسطین عنوان شده حالا شما به من بگید چند سالتون بود که فهمیدید شوروی حامی صدام و سازمان آزادی بخش فلسطین پی او و عرفات بود و عرفات رفیق فاب صدام و پنج و هفتی ها بود و حمله صدام و نبرد عراق بر علیه ایران در جهت تثبیت سلطه و سرکوب آخونده در شرایط جنگی و نابودی و قارت منافع مالی و انسانی ایران اشغالی بود جنگ برای اونا برکت بود همانطور که امروز برای نتانیاهو هست و اینکه چند سالتون بود فهمیدین که عراق و فلسطین و جمهوری اسلامی و بیشتر دنیا علیه ما مردم ایران می جنگن. چند سالتون بود فهمیدین همین الانشم هم فلسطینیا اگر پاش بیفته سر مردم ایرانو رو می برن. اگر جنگ در خواهر میانه به زودی آغاز شود مثلا در اوایل سال آینده چه کسی روز خواهد شد؟ اگر فقط از جنبه خاص تجربه نظامی بررسی کنیم اسرائیلی ها ممکن است در جنگ بعدی پیروز شوند ولی معنی این پیروزی آن نیست که در مبارزه نهایی یا در تمام جنگ پیروز گردند از زمانی که کارتر عنوان کرد که خاورمیانه نیازی به پلیس نداره بیش از 44 سال میگذره هیچ کس هم دخالت کارتر در امور خاورمیانه نشد اما امروز ضرورت سیاسی که در دهه 40 و از سوی شاه ایران به عنوان ژاندارم منطقه دنبال شد و ثبات رو به خاورمیانه بخشید بیش از پیش احساس میشه حالا جالبه بدونید که یک سری گوسمن ریختن دارن میگن پادشاه هم طرفدار فلسطینیا بود یکی نیست بهشون بگه اولا شرایط 55 سال پیش رو با امروز قیاس کردن منتهای خریته دومم پنج و پنج سال پیش اینا هیچ جایی برای زندگی نداشتن و آواره چند اردوگاه بزرگ بودند. امروز دارای مکان جغرافیایی برای زندگی هستند. میدونید این ارزشی و ادامه امثال امیر انتظامن که ازش پرسیدن چرا انقلاب کردین؟ گفت چون دوست نداشتیم جاندارم منطقه داشته باشیم. مسئولیت تمام این مناقشات و خونهایی که در خاورمیانه و به خصوص این روزها یعنی درگیریها بین فلسطین و اسرائیل به عهده اصحاب پنج و هفته از افرادی همچون کارتر گرفته تا امثال امیر انتظام و در همین رابطه توجه شما را به این توییت دولت فلسطین جلب میکنم نوشتن ما تصمیم گرفتیم که یک بار بمیریم به جای هر روز مردن صادقانه و شجاعانه می جنگیم. با اجازت اون میخوام از طرف ملت ایران بهشون بگم ما هم استقبال میکنیم که یه بار بمیرید و خلاص اما نمیمیرید که بی پدرا کاسه گدایی دستتونه و مثل زالو چسبیدید به کشور ما و خونش رو میمکید اگر دوزار شخصیت داشتید به جای این کاری یا کار میکردید و زندگیتون رو میکردین پس برای ما اعدای با شرفا رو در نیارید گداهای آویزون تروریست به زودی حتی تکلیف پرچم حزب الله و چفیه خامنه ای هم روشن خواهد شد دوستان ایران باید از اشغال تروریستا بیرون بیاد سرمایه مردم ایران نباید هزینه جنگ افروزی در خاورمیانه بشه ایرانی باید چون عقاب تیز چشم از فرصت های احتمالی به وجود آمده در تحولات خاورمیانه جهت آزادی میهن خودش بهره ببره خاورمیانه آبستن حادثه است در حدی که حتی خارجی ها ببینید دارن چی تویید میزنن نوشته با توجه به حمایت مالی رژیم ایران از حماس وقت آن رسیده که آن بچه رو پیدا کنیم و یک شاه رو برگردونیم we don't, um, کلیپ شعار در ورزشگاه رو تا الان احتمالا دیگه همه دیدید اما این کلیپ یک نکته داره پخش تصاویر دختران اسرائیلی که بهشون تعرض می شد هدفش برانگیختن مردان جوان مسلمان بود و همانطوری که از پاکستان تا تورنتو دیدیم در هدفشون هم موفق بودن ولی در ایران اثر معکوس داشت و باعث حس چندش ایرانیان شد ذهن ایرانی متفاوت با ذهن این مسلمان ها استادیوم اصلا مثل فضای مجازی نیست کسی با کسی تعارف نداره سر راست میگن چی رو باید کجا بذارن و همیشه هم دقیق آدرس میدن <applause> در همین رابطه من از برادر سپیده توفیان خواهش میکنم که پیام ملت رو خیلی واضح به سمع و نظرش برسونه خود نادانش از عمد میله سمتری رو برگزیده البته به قول قدیمیا کرم از خود درخته حالا بر اساس نظرسنجی مؤسسه گمان 67 درصد و 3 درصد از کسانی که شعار میدادن پرچم فلسطین و بکن تو منظورشون ادای احترام و همبستگی با آرمانهای فلسطین بوده در برخی از مناطق ایران هم از عبارات مشابه مثل بیا برو تو فلان و برای ابراز احترام و عشق به خامنه ای استفاده کردن و جان کلام این که ما ایرانیا هر جای دنیا هم که باشیم ریشه در خاک ایران داریم وقتی ریشه داشته باشی حتی پس از 1400 سال کوشش برای نابود سازید باز نیز باز خواهی روید و این ریشه چیزی جز انسانیت نیست که انسانیت از شهروندی میاد و شهروندی از تمدن و تمدن از فرهنگ و فرهنگ از اندیشه و اندیشه از خرد و فرهنگ همان انسانیت انسان ایرانی هرگز نمی میره که میراسش در تاریخ هرگز جز اندیشه نیکو کردار نیکو گفتار نیک نبود و نیست جانم فدای ایران پاینده ایران و جاوید شاه تا ابد یک روز بهترین ها رو برای تک تکتون تک آرزو دارم روز و روزگارتون خوش